ساعت 5:30 صبح، پایگاه ببرهای سیاه کردستان. پیشمرگان آماده عملیاتی گسترده در 80 کیلومتری اربیل می شوند. عملیاتی با پشتیبانی نیروهای ائتلاف. الان چی کار میکنیم؟ این چیه؟ اینا میزن سقف ماشینت. خب؟ همه ماشین هایی که میرن جلو هواپیما این بالا با این نشانه میشناسه. آها. میدونه که مال یعنی نیروهای ائتلاف هم میتونن تشخیص بدن که این مال اکیپ مال ما این گروه مال داعش نیست. هوای مهالود حمله هواپیماها و به تبع آن عملیات زمینی را به تعویق انداخته. با کاروان فرماندهی عملیات راهی خط مقدم می شویم تا از همان ابتدا نبرد را ببینیم. بخش بزرگی از همین منطقه که پایگاهی برای عملیات جدید شده بیش از 2 ماه در کنترل داعش بود. نیروهای زمینی یعنی نیروهای پیشمرگه به سمت روستاهایی که تحت کنترل گروه دولت اسلامی هست دارن حرکت میکنن. بالای سرمون هم هواپیماهای نیروهای ائتلاف دارن دور میزنن، چندین بار دور زدن و ظاهرا دارن دنبال اهدافی میگردن که قراره مورد حمله قرار بدن. فرمو این عملیات در مقایسه با عملیات‌های قبلی پیشمرگان تفاوت‌های چشمگیری دارد. برای اولین باره که عرب‌ها با ما هماهنگ کردن، بهشون گفتیم اشاعره دوروبر این روستاها که با ما میان تو آزاد کردن همون روستاهای عربی دوروبر روستاهای کردی، این محور اولین باره تو این چیز انجام میشه. وظیفه جنگنده های نیروهای ائتلاف منهدم کردن تانک ها و برخی دیگر از مواضع داعش است که راه را برای عملیات گسترده تر زمینی هموار می کند. اما هر حمله موانع زیادی پیش رو دارد. باید روستا همشون هم تو روستا رفتن، تکتیکشون عوض کردن، داعش ها میرن تو روستا میشینن به خاطر اینکه میدونن اونا رو نمیزنن. باید یه اسلحه یا خمپاره یا چیزی ببینن اون وقت میزننش. خب یه روزی مثل امروز که ما رو ببینن میان بیرون اون وقت خوبه میتونن بزنن، ولی اگه توی خونه ها باشن نمیزنن. در محل فرماندهی عملیات صدای نیروهای گروه دولت اسلامی هم از طریق بیسیم شنود میشد. طیاره دلیده طیاره و ترومبیل 3 نفر هیلان احتمال انتحاری بین بجه نچن عجلی نکن. از همین مکالمات فرمانده متوجه احتمال حمله انتحاری شد و به نیروهایش هشدار داد. در این مرحله دیگر نبرد وارد روستاها شده بود و هر از گاه زخمی هایی هم به تپه فرماندهی منتقل می شدند. ترکش های خمپاره‌ای که به سنگرمون زدن به منم اصابت کرد. داعش خیلی نزدیک بود. 200 متر فاصله بود بینمون. عملیات دیروز به رهبری پیشمرگان و همراهی ارتش عراق و نیروهای ائتلاف به گفته فرماندهان عملیات موفقیت آمیز بود و پیشمرگان توانستند منطقه‌ای حدود 21 کیلومتر را از دست داعش در بیاورند. منطقه حد فاصله استان اربیل و موسل که میتواند راه را حتی برای حمله احتمالی به موسل باز کند. نفیسه کوهنورد، BBC، مخمور.